بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. چندین نهاد شیعه و رسمی در انگلستان از تصمیم خود برای برپایی کنفرانسی جهانی که در آن به بررسی سیره اهل بیت علیهم السلام خواهد پرداخت خبر دادند. برگزار کنندگان این همایش اظهار داشتند امیدواریم تا از طریق این همایش مقالاتی کاربردی که بیانگر سیره پیامبر اکرم و خاندان مطهر ایشان علیهم السلام می باشد ارائه گردد. در پایان لازم به ذکر است این کنفرانس قرار است در ماه می 2025 میلادی در لندن برگزار شود. مسجد بی بی خانوم در سمرقند ازبکستان قرار است بر اساس توافقنامه صندوق توسعه قطر و بنیاد توسعه فرهنگ و هنر ازبکستان نوسازی و بازسازی شود. این پروژه با هدف تکمیل تلاش‌های مرمت قبلی و بازسازی ساختمان مسجد و حمایت از توانمندسازی اقتصادی فقیرترین اقشار جامعه ازبکستان است. شایان ذکر است مسجد بی بی خانوم یا مسجد بی بی خاتون یکی از بناهای معروف سمرقند به شمار می آید. سندیکای پزشکان لبنان در یک درخواست فوری از سازمان بهداشت جهانی و همچنین سازمان ملل خواست تا جلوی حملات اسرائیل به کادر پزشکی و تیمهای آمبولانس لبنان را بگیرد. به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، به نقل از مدیریت بیمارستان صلاح غندور، اسرائیل روز جمعه این مرکز درمانی را پس از هشدار برای تخلیه بمباران کرد و این حمله منجر به مجروحیت شدید 9 تن از کادر پزشکی و پرستاری شد. بر اساس آمارهای دولت لبنان، در طول یک سالی که از آغاز درگیری بین حزب الله و اسرائیل می‌گذرد، حدود 1900 لبنانی کشته و بیش از 9000 نفر نیز مجروح شدند. سیل و درگیری‌های موجود در سودان و نیجریه آمار مرگ و میر در اثر شیوع وبا در این دو کشور را افزایش داده است. به گفته سازمان بین المللی Save the Children، میزان مرگ و میر ناشی از شیوع گسترده وبا در سودان و نیجریه تا 3 برابر میانگین جهانی افزایش یافته است و هزاران کودک را در معرض خطر قرار داده است. بنابر گفته سازمان بهداشت جهانی، در سودان بین 22 جولای و 29 سپتامبر بیش از 17600 مورد ابتلا به وبا و 546 مرگ در 60 منطقه در 10 ایالت گزارش شده است. منابع محلی در استان سرپل در شمال افغانستان از جان باختن 3 کودک در نتیجه انفجار سرگلوله راکت در این استان خبر می‌دهد. گفته شده این 3 کودک صبح روز جمعه 13 مهر در پی انفجار یک سرگلوله راکت جامانده از جنگ‌های پسین در این استان جان باختند. انفجار مواد انفجاری باقی مانده از جنگ بارها جان کودکان را در استان‌های مختلف افغانستان گرفته است. سازمان عفو بین الملل از مقامات پاکستان خواسته است تا فوراً شبکه‌های مخابراتی را فعال کنند و به حق اعتراضات مسالمت‌آمیز احترام بگذارند. این سازمان تأکید کرده که دولت نباید از نیروها و روش‌های غیرقانونی علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز استفاده کند. با توجه به رویدادهای اخیر در خاورمیانه به ویژه در اسرائیل، لبنان و ایران، تلگرام با ترافیک سنگین و بارگزاری بی سابقه‌ای مواجه شده است. گفتنی است در چند روز گذشته برخی از کاربران ممکن است مشکلات اتصال موقت و مشکل در دسترسی به رسانه را داشته باشند. در همین راستا مدیریت تلگرام ضمن اظهاراتی خطاب به کاربران این شبکه اجتماعی گفت با تلاش تیم فنی ما، تلگرام در اکثر کشورها همچنان در دسترس است و اکنون همه مشکلات به طور کامل حل شده است. ما برای هر گونه ناراحتی پیش آمده عذرخواهی می‌کنیم.
مطالعه جدیدی نشان می‌دهد که ممنوعیت فروش دخانیات به جوانان می‌تواند از مرگ 1,200,000 نفر بر اثر سرطان ریه جلوگیری کند. این تحقیق که در 82 کشور انجام شده پیش‌بینی کرده است که جلوگیری از فروش سیگار به افراد 14 تا 18 سال می‌تواند نیمی از مرگ‌های ناشی از سرطان ریه در مردان و 1/3 در زنان را تا سال 2095 کاهش دهد. گروهی از محققان بریتانیایی میگویند نوعی دستگاه تصویربرداری یا اسکنر مینیاتوری که برای دیدن جزئیات زیر پوست به جای اشعه مضر ایکس از لیزر استفاده میکند انقلابی در تصویربرداری پزشکی و تشخیص بیماری ها ایجاد میکند. این دستگاه که به همت دانشمندان کالج لندن USA ساخته شده به خصوص در تصویربرداری از رگهای خونی بسیار مؤثر است و به عنوان ابزاری کاملا جدید برای تشخیص و کنترل بیماری های مانند آرتروز، دیابت و برخی سرطان ها شناخته می شود. فیزیکدانان نوع جدیدی از تابش پرتوی گاما را که از طوفان‌های تندری استوایی بیرون می آید کشف کردند. ساقه آشکارا انرژی زیادی را به همراه دارد اما آنها پر انرژی ترین بخش طوفان نیستند. تشعشعات گاما نیز در فوران‌هایی به نام جرقه‌های پرتوی گامای زمینی TGF تولید می‌شود که می‌تواند تا 100 میکروثانیه دوام داشته باشد و به دنبال آن صاعقه‌های پس از آن طولانی‌تر می‌شود. دانشمندان می‌گویند قرنطینه‌های طولانی در دوران همه‌گیری کرونا ممکن است دمای سطح ماه را تحت تأثیر قرار داده باشد. وبسایت فیوچر سیم در گزارشی در این زمینه با استناد به مقاله جدید یک تیم تحقیقاتی در هند می‌نویسد دمای سطح ماه در شب و در نیمه‌ای که به سمت ما قرار دارد اوایل سال 2020 به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.